درود بر شما بینندگان و شنوندگان برنامه فرهنگسازی آرتیمی سهورا هستم دبیرکل حزب رستاخیز ایران و در سری برنامه های فرهنگسازی اگر به خاطرتون باشه درباره هر آنچه که به مسائل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در اکنون ایران میپردازیم امروز میخوام درباره افزایش جمعیت و اینکه آیا کشور ما با کاهش جمعیت مواجهه یا نه و کلا این مسئله در جهان چگونه است ولی بیشتر با توجه به مسائل ایران صحبت خواهیم کرد اولا که این که در بعضی از کشورها به صورت مثل خود ایران خود ما که دستور میدن که باید از امروز مثلا زاد و ولد زیاد بشه فرزند آوری زیاد بشه خب این چیزی نیستش که دولت ها بتونن دستور بدن و کنترل بکنن که مردم ها یا میخوان بچه دار بشن یا بچه دار نشن ولی به طور کلی این یک مسئله است که عوامل گوناگونی پشتش هست و در واقع این که نگرش زنان به مسئله تحصیل و ارزش اجتماعی تغییر کرده موجب شده که زنان در همه جهان معمولا خب تا پایان تحصیلاتشون ازدواج رو دارن به عقد میندازند و برای چند دهه خب به تعویق انداختن فرزند پروری معمولا در شهرهای بزرگ اتفاق میافتاد به ویژه شهرهای بزرگ در جهان معمولا خب زنان تحصیل کرده تر در شهرها بودن، زنانی که بیشتر کار، کارهای بیرون خانه داشتن و فرزندآوری رو معمولا عقب مینداختن تا بتونن خودشون رو به با اون بالندگی نخستین برسونن و بعد وارد حالا خانواده بشن یا اگه خانواده ای هم دارن همسری هم دارن برنامه‌ریزی برای بچه دار شدن بکنن به طور کلی یک برداشت درستی است که انسان نخست باید خودش رو به جایی برسونه که بتونه مسئولیت یک نفر دیگر رو بپذیره در زندگیش و بدون مشکلات خیلی پیچیده و سخت بتونه بچهش رو بزرگ بکنه تا زمانی که اون فرزند بتونه روی پای خودش بایسته حالا یا دانشگاه بره یا به سر کار و به هر حال از پیش پدر مادر بره برای ایران در واقع میتونیم بگیم که از همه طبقات اجتماعی تحصیل و شغل رو معمولا اولویت اول دارن قرار میدن زنان یعنی حتی ما در شهرستان های کوچکتر هم این مسئله رو میبینیم حتی در بسیار از روستاها هم میبینیم که دختران تلاششون رو میخوان بکنن که بلکه بتونن دست کم دیپلمشون رو بگیرن و از پایون دبیرستان ازدواج کنن یا اینکه بعدش برن یک فن میاد بگیرن یک کار یاد بگیرن و بعدش برن سراغ ازدواج کردن ولی خب این در کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای در حال توسعه جهانیه و این نشون میده که به طور جهانی زادآوری داره کم میشه البته در बगैर از بین مسلمان ها که ما میدونیم که در آینشون هست که جلوگیری نکنن به ویژه ها خیلی بدتر از شیعه ها هستن و برای همین شما در کشورهای اسلامی بالاترین میزان زادآوری رو میبینین و خب هم در آفریقا کشورهای مسلمانش بالاترین میزان زادآوری رو دارن هم در خاورمیانه میانه ولی حتی همین امروزه هم در خاور میانه داره این الگوی زادآوری یک تغییراتی میکنه و جوانان یواش یواش دارن علاقه من میشن به اینکه نخست تحصیل کنن و برن سر کار یا بتونن خانواده رو اداره کنن و بعد از اون ازدواج کنن و پس از اون بچه دار بشن ولی به طور کلی زندگی مدرن خودش یه مقداری در همه جهان مؤثر هست در اینکه فرزندان کمتری بیاریم برای اینکه در زندگی مدرن خب بچه ها بازوی کار و کمک به خانواده نیستن در واقع حتی خرج اضافه هستن معمولا بر روی دوش خانواده ها و خرج بچه هم امروز از گذشته خیلی خیلی بیشتر شده برای آموزش و پرورش فرزندان برای کلاس های گوناگون فعالیت های گوناگونی که بچه میذارن هزینه های بسیار سنگین تری داره تحمل میشه و بسیار از بچه ها چون که شهرها بزرگتر شده خب راه خونه و مدرسه رو باید با سرویس یا بالاخره برد آوردشون با ماشین یا وسایل حتی نقلیه عمومی همه اینها یه مقداری هزینه ایجاد میکنه و بزرگترین میتونیم بگیم که مهاجرت تاریخ بشر در قرن گذشته میتونیم بگیم اتفاق افتاده که کوچ کردن خیلی ها از روستاها به شهرها و از حتی کشور به کشور در 1960 یک سوم مردم جهان در یک شهر, زند... در شهر زندگی میکردن ولی دو سوم در روستاها زندگی میکردن ولی امروزه 60 درصد مردم جهان در شهرها زندگی میکنن و 40 درصد در روستاها و خب میدونیم که دیگه خانواده پر جمعیت تر در شهر هزینه هاش خیلی بالاتره و به طور عمومی هزینه زندگی در همه جهان افزایش پیدا کرده حالا در کشوری مثل ما که دچار یک اقتصاد ورشکسته است که اقتصاد نفتی است که تازه پول اون نفت هم خرج سازندگی و مردم نمیشه و خرج تروریسم و کارهای دیگه و دوزیهای گوناگون میشه و میبینیم که بسیاری از مردم امروزه در ایران دیگه تمایل زیادی ندارن بچه دار بشن حتی تمایل ندارن که ازدواج کنن چون از پس هزینه خونه اجاره خونه خانواده رفت آمد حتی عروسی کردن هم بر نمیان و در واقع میتونیم بگیم که حتی امروزه در ایران ما یک جورهایی خیلی اصف باره ولی متاسفانه اتفاق افتاده که حتی خیلی از فرزندان و تا سنین خیلی بالا هنوز پدر و مادران دارن خرجشون رو میدن در حالی که در پیچ از این بچه ها از کوچکی دست کمک به خانواده بودن در حالا مزرعه یا هر جایی که با پدر و مادر کار میکردن و پس از اون هم معمولا خب بچه ها میرفتن تو بازار کار و به خانواده کمک میکردن و بعد از اون هم میرفتن دنبال زندگی خودشون ولی متاسفانه در امروزه در ایران مردم حتی تا سن چهل چهل و پنج سالگی خیلی هنوز دارن با خانواده ها زندگی میکنن و وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی اصلا به گونه است که روز به روز داره زندگی برای مردم سختتر میشه و دیگه مردم نمیتونن حتی یه دونه بچه که میارن حتی خیلی ها به دومی هم دیگه فکر نمیکنن و برا همین میبینیم که کاهش نرخ بارداری در ایران و خب البته در خیلی از کشورهای جهان پایین اومده بیشترین میزان کاهش جمعیت در کشورهای جهان اول جهان... کشورهای بسیار توسعه یافته است و با اینکه اونا حتی مشکلات اقتصادیشون اندازه ایران نیست ولی به خاطر همون تغییراتی که به شما گفتم اینکه زندگی شهری بچه براش فقط موجب خرج و دهانهای زیادی که باید تقویه بشن هر ماه و سالهای سال باید خرج بکنن و هزینه های زندگی که بالا رفته و تورمی که بالاخره در جهان الان هست به ویژه پس از دوران کرونا و بسیاری از مسائل این چنینی موجب شده که در همه کشورهای توسعه یافته هم جمعیت بیاد فرزندآوری بیاد کمتر بشه و مادران امروز از مادران دیروز خب مسلما سن بالاتری دارن هنگامی که حتی بچه اولشون رو میارن پس از پایان دانشگاه یا پس از اینکه میرن سر کار و خب هرچی که دیرتر انسان آغاز کنه به باربری خواه و بچه های کمتری خواهد داشت و در بسیاری از کشورهای جهان کشورهای توسعه یافته بارداری نوجوانان به حد چشمگیری کاهش یافته به خاطر اینکه خب خیلی ها بچه ها دارن درس میخونن مدرسه میرن مثل گذشته در سن پایین ازدواج نمیکنن و ممنوعیت ازدواج در سنین پایین در اکثر کشورهای جهان هست به ویژه کشورهای توسعه یافته زیر 18 سال کسی نمیتونه ازدواج بکنه ازدواج مزرم قانونی است که بخوان ثبت بکنم و ازدواج بکنم و برای همین هم میزان زادآوری زنان بالای چهل سال به ویژه در کشورهای توسعه یافته از زنان بیست ساله امروزه به مراتب بیشتره و میتونیم انتظار داشته باشیم در سه دهه یا بیشتر جمعیت در واقع جهان شروع کنه به کاهش یافتن اما در ایران خودمون میدونیم که پس از انقلاب یک انفجار جمعیت افسار گسیخته ای داشتیم یک جمعیت که در ده سال دو برابر بشه امکانات کشور به هیچ روی به اون اندازه پیشرفت که نکرد نکرد بسیاری از امکانات کمتر هم بود جنگ هم بود و مسائل گوناگون موجب شد که ایران در واقع از اون زاداوری تقریبا دو و نیم به که زمان پیش از انقلاب در زمان شانش آریا مهر بود یک مرتبه به سه و دو دهم ده افزایش پیدا کرد میزان باروری و رشد جمعیت و عواسته دهه هشتاد به شیش و نیم حتی رسید که اصلا باور نکردنی بود و بالاترین جز بالاترین نرخهای زادآوری جهان بود اما خب از آن زمان یک مرتبه دولت دید که اصلا نمیتونه این جمعیت افسار گسیختن نمیتونن غذا بدن حتی بعدن و آغاز کردن به اینکه نیروهایی رو به نام بهورز به روستاها فرستادن و در شهرها و شهرستانها هم پرسنل پرستاری و مامایی آغاز کردن به آموزش و گسترش وسایل جلوگیری از بارداری و در واقع میشه گفت که کنترل خانواده یا فامیلی پلنینگ و خب ما از 85 میلیون ایرانی که جمعیت در واقع ایران درون ایرانه ما چیزی حدود 7 میلیون هم ایرانی بیرون ایران داریم و میتونیم پس بگیم که در حال حاضر جمعیت ایران حدود 90 و چند میلیونه و برابرین ما هیچ مشکلی از نظر شمار جمعیت که نداریم نداریم بلکه همین هایی هم که الان هستن خب میبینیم که ما نمیتونیم متاسفانه براشون اشتغال نمیتونه این حکومت درست بکنه نمیتونن افراد زندگی های مستقل, مستقل داشته باشن درآمد در به اندازه خرج و هزینه ها نیست و بسیاری از افراد حتی نمیتونن از پدر مادرشون بخوان جداشن و خونه جدا زندگی کنن چه برسه بخواد خانواده هم تشکیل بدن و اکنون به نظر میرسه که رشد جمعیت ایران یک و نیمه و خب میزانش هم به نظر میسته که پایین هم بیان برای که زنان دهه هشتاد اون بومینگی که کرد و جمعیت افزاش بده کرد در پونزده سال آینده تقریبا دیگه از اکثر در پونزده سال آینده از چرخه زادآوری خارج میشن و پس از اون خب جمعیت یه مقداری کمتر خواهد شد و میتونیم بگیم که بیشترین میزان کاهش زادآوری در ایران بین سالهای 1994 بوده no, 1994 بوده تا 2020 یعنی حدوداً هر سال یه چیز حدود 500 هزار تا 550 هزار تا زادآوری کمتر بوده از دهه 80 و خب البته تجربه نشون میده که معمولا هنگامی که میری با مردم صحبت میکنی و دلیل ازدواج کردنتون رو نمیارین ازدواج کردن یا بچه آوردن رو نمیارین خب همه میگن که ما از پس هزینه های زندگی مشترک بر نمیاریم. حتی از پس هزینه های یک بچه بر نمیاریم. اونایی که ازدواج کردن چه برسه بخوایم به در واقع بچه های بیشتر برسیم و بسیاری هم خب میبینیم که از وضعیت زندگیشون بسیاری از زنان در حال حاضر راضی هستن برای اینکه اگر که خانومی تحصیل میکنه و کار داره خب براش خیلی خوشاینده که اون کار رو نگه داره کمک میشه به درآمدشون و سوی دیگه ما میدونیم که مدیر دفتر سلامت خانواده در ایران برگشته گفته که نه اصلا چه معنی میده که ما خانوما رو اشتغال زایی کنیم نه ما باید آمار اشتغال خانم ها رو روز به روز روزی این تر برای و اینکه آقایون برن سر کار و خانم ها بشینن تو خونه بچه بیارن در واقع این تشویقی خواستن به اصطلاح خودشون مردم رو اومدن وادار بکنن یک جوری به زادآوری که این خودش یک جور کنترل است روی سوی دولت به سوی مردم و اهداف میشه گفت فراتر از پیشگیری از پیش شدن جمعیت رو داره برای اینکه افزایش جمعیت اگر که این گونه ای که اینها اجبارا میخوان جمعیت رو با جمع کردن وسایل جلوگیری و هزینه کردن اونها گرون کردن چیزی که در دهه 90 رایگان شده بود و کاهش لوازم پیشکی از بارداری میخوان آهسته آهسته یک جورایی هم زنان رو از عرصه اجتماع کمرنگ کنن و حذفشون کنن کما اینکه الان در بسیاری از ادارات دولتی دستور دادن دیگه منشیهای زن استخدام نشن منشیهای مرد رو استخدام بکنن برای اینکه تعداد اشتغال مردان بره بالا و برای اینکه دارن اینجوری وانمود میکنن که نیازی نیستش که زنان سر کار باشن و بسیار از مهده کودک های ادارات دولتی و اماکنی که مردم میرفتن سرش توش کار میکردن یه مهده کودک های اون پایین درست شده بود که مردم بتونن برچاشون رو بذارن اونا رو بستن برای اینکه زنان رو وادار کنن از آغاز بگن به صورت دور از راه دور از خونه کار کنیم و یواش یواش هم اینها رو از سطح جامعه کمشون کنن و اشتغال زایی زنان رو به پایین ترین میزانی که در تمام 45 سال گذشته بوده رسوندن در واقع جمهوری اسلامی میبینیم که در تمام این 45 سال به صورت هدفمند زنای ایران رو یه جورایی در حال فلج کردن بود حالا از بسیاری از اشرای دانشگاهی رو که از دسترسشون خارج کرد بسیاری از مشاغل اجتماعی و دولتی رو از دسترسشون خارج کرد و حتی حضور زنان در اجتماع رو باهاش مبارزه میکرد اجازه نمیداد برای سالهای سال زنان در کافه ها رستوران ها نمیدونم در اماکن عمومی زیادی جلوی کارشون گرفته شده بود و مرتب هم میامدن تذکرهای هجاب و امثال اونا رو میدادن و خیلی از مماکن هم میکردن و میبستن میگفتن هجابشون خوب نبوده یا فروشنده چرا زن بوده و, و حتی میبینیم که بسیار سخت جنین رو هم ممنوع کردن و در نتیجه یه جورایی خود این ممنوع کردن سخت جنین با توجه به اینکه وسایل کنترل بارداری رو جمع کردن و خیلی گرون کردن و رایگان دیگه نیست و سخت جنین هم جلو دارن کامل میگیرن می مگر که بری دادگاه و با رأی نامه دادگاه و نمیدونم هیئت پزشکی دادگاه تصمیم باید بگیرن به فرستانتون اونجا و این مسائل همه اینو موجب میشه که زنان اتفاقا یه جورایی بیشتر دست و پاشون گیر میکنه تو پوست گردو برای اینکه خب اولا که سلامت زنان جامعه به خطر میفته افراد به هر حال جهان جهان مدرن زمانی نیست که ما بتونیم هر کدوم 7 ده تا بچه داشته باشیم بنابراین خیلی اوقات ممکنه افراد مثلا آمادگی بچه دار شدن رو نداشته باشن نتونن اون بچه رو نگه دارن و خیلی از اوقات داریم میبینیم که بسیاری یا میرن به مراکز سخت غیرقانونی مراجعه میکنن یا اینکه میرن و بچه ها رو میذارن سر راه حتی تو سطل آشغال میندازن و صحنه خیلی ناراحت کننده‌ای. این روزها میبینیم بنابراین می بینیم که کاری که دولت داره میکنه با زنان سیاستش سیاست, سیاست تشویق زادآوری نیست در واقع میشه گفت که سیاست دولت سیاست کنترل زنانه و محدود کردن زنان تحصیل کرده و مجرد از استخدام شدن و یه جورهایی هم در واقع از سر راه برداشتنشون برای که از مبارزین اصلی ضد حکومت زنان هستن و هرچی که زنان دست و پاشون گیری بچه و خانواده بیشتر باشه کمتر ممکنه که اعتراض کنن و بیان تو خیابون یا بالاخره حقوقشون رو بخوان و همه اینا نشون میده که کشور ایران با این حکومت جمهوری اسلامی در حال سیاست افزایش جمعیت به گونه تشویق آمیز نیستند بلکه به صورت وادار کردن زنان به فرزند آوری هستند و در واقع می بینیم که بسیاری از سیاست هایی که در این 45 سال به کار رفته در ایران اشتباه بوده و همشون یه جورایی در واقع برعکس جواب داده یا به اصطلاح میگن فایر میکنه در کشورهایی که جمعیتشون در حال کم شدن هست معمولا وقتی که میخوان سیاست تشویقی بذارن مرخصی های زایمان طولانی میدن به مادر میگن مثلا شیش ماه مادر میتونه مرخصی بگیره بعد شیش ماه باز به پدر مرخصی میدن و بعد هم اینکه وام بهشون وام های گوناگون میدن امکانات رایگان آموزش و پرورش و مهد کودک در تمام اداره های دولتی و اماکنی که مادرها میخوان برن سر کار داشته باشن مجانی یا با هزینه های خیلی کم و مثلا در تایوان بسیاری از سیستم های تشویقی رو انجام میدن که حتی به زنان افزایش حقوق هم میدن پس از فرزنددار شدن و وام های با بهره های پایین میدن فراهم کردن مسکن های ارزان قیمت میدن یا کمک هزینه اجاره میدن و از خدمات نگهداری فرزند رایگان هم بهره میشن در اماکن دولتی یا خصوصی ولی متاسفانه در ایران این گونه نیست ما میبینیم که سیاست های آموزش و پرورش و دانشگاه ها از دسترسی زنان به اطلاعات دسترسی زنان به یه سری از مشاغل و شغل های پردرآمد و حقوق برابر با مردان جلوگیری میکنن بسیاری از زنان ایران بیمه ندارن قوانین م... به اصطلاح جمهوری اسلامی حمایتگر از زن نیست به نفع مرد میبینیم که حق طلاق رو خب از زن میگیرن حق حضانت فرزند رو میگیرن خشونت خانگی بهش رسیدگی نمیشه در دادگاه های ایران و اصلا اهمیتی نمیدن به زنان و هزینه های درمانی سنگینی که زنان دارند و میبینیم که بیماری های گوناگونی که خیلی از این زنان دارن پس از انداختن حاملگی ها یا پایان دادن به حاملگی به صورت غیرقانونی انجام میدن موجب بیماری های گوناگون موجب هزینه های سنگین افزایش استرس مشکلات روحی و جسمی برای خانواده ها و خانم ها به ویژه میشه و خیلی اوقات خانواده ها تازه از هم میپاشن بنابراین یکی از مسائلی که ما در ایران داریم اینه که اگر که اکنون که ما مشکلی از نظر کمبود جمعیت نداریم و کشوری که نیمی از جمعیت زیر خط فقر هستن به هیچ روی به نظر عاقلانه نمیاد که بخواد به فکر افزایش جمعیتش باشه اما در فردای آزادی ایران هم اگر که ایران نیازی باشه به تشویق برای فرزند آوری همین که وضع اقتصادی مردم درست بشه کشور بر اساس دادگری اداره بشه و هزینه های آموزش و پرورش دوباره مجانی بشه مدارس در حتی نواحی دور افتاده بهترین مدارس گذاشته بشه بهترین خدمات درمانی داده بشه مردم به صورت طبیعی زادآوریشون رو خواهند کرد حتی با اینکه خانم ها تحصیل میکنن دانشگاه میرن مشغول به شغل میشن با این حال میتونن زندگی برای که ایرانی ها برخلاف مردم غرب بسیار انسان های خانواده دوست و خانواده های دوره هم و نزدیک هستن روابط تنگاتنگ خانواده ها در ایران خب حال وجود داره افراد حاضر هستن به همدیگه کمک بکنن همه ی مادرانی که ما در ایران میشناسیم بچه ها رو نگه میدانن برای دختراشون کمک میکنه اگه اونا سر کار میرن یا مسائل دیگه برای همین ما مشکلات اینگونه در فردای آزادی ایران نخواهیم داشت اما کاری که این دولت داره با مردم میکنه تنها و تنها کنترل اجتماعه به خطر انداختن جان مردم و سرگرم نگه داشتن مردم برای اینکه مردم انقدر از صبح تا شب دنبال چهار پنج شغل هر ایرانی بدوه که وقت نداشته باشه که سرش بخارونه که وقت بخ... به کنه که ببینه چه اختلاسی در کجا انجام میشه چه قوانین ظالمانه تصویب میشه چگونه کشور رو به باد فنا میدن چگونه ثروتهای های ملی رو میدوستن و کسی به فکر سرنگون کردن این حکومت نباشه بنابراین یکی از مسائلی که برای ما در ایران مهم هست در گام نخست اینه که ما یک کشور با یک حکومت ملی و یک حکومت ایران دوست و ایران گرا داشته باشیم که اولویتش کشور ایران مردم ایران و منافع ملی این ملت باشه و در درجه نخست آغاز بکنه به آبادسازی کشور و توسعه دادن کشور و جبران کردن عقب ماندگی های این چهار و نیم که ایران از همه جهان پس ماند و کشورهایی که از ما خیلی پایین تر و خیلی فقیرتر و خیلی عقبتر بودن امروزه در همسایگی خودمون میبینیم که دارن به کجا میرسن فقط به خاطر اینکه دولت ملی در اون کشورها بر سر کار هست و ثروتهای ملی و منافع ملی رو به بهترین وجه برای مردم صرف میکنه و تامین میکنه بنابراین افزایش دستوری جمعیت یکی از بدترین کارهایی است که ممکنه در کشور ما صورت بگیره و این متاسفانه برای ما ملتی که اینقدر مهربان و اینقدر خانواده دوست هستیم و اینقدر علائق روابط خانوادگیمون نزدیک هست و همدیگر رو پشتیبانی میکنیم چقدر جای قمنگیزی است که بینیم که افراد با خانواده های از پاشیده کودکان کار خیابان زنهایی که بچه های بیپدر دارن و پدرانی که هنگام جدا شدن بچه ها از ما مادرها جدا کردن و زنانی که متاسفانه استقلال مالی ندارن و جایی برای کار کردنشون نیست و اگر هم کار دارن درآمدش اونقدر کافی نیست که بتونن خودشون یا بچهشون رو بگردونن برای همین من امیدوار هستم که در فردای آزادی ایران ما یکا که این نکات رو به کار بندیم و بتونیم یک ایران آباد و سربلند برای نسل کنونی و برای نسل هایی که همچنان نیومدن به این کره خاکی داشته باشیم و جایی باشه که همه ایرانیان از سراسر جهان با افتخار برگردن به میهنشون و اونجا رو با هم بسازن بدرود تا برنامه دیگه پاینده ایران و جاوید شاد